و در این نخستین جمعه سال جدید مثل هر جمعه نگاهی به کسب و کار فیلم های جدید اکران سینماها همراه با بهنام ناطقی. بهنام، پخش کننده ها هم ظاهراً بهار دارن چون فرست فیلم های جدید این هفته طولانی شده. خب بالاخره بعد 6 هفته یا بعد گفت 5 هفته و 1,202,000,000 دلار فروش جهانی که 612,000,000 دلار مربوط به بازار آمریکا بوده، فیلم پلنگ سیاه حالا از صدر جدول فقط یه پله میاد پایین و جای خودش رو میده به دنباله فیلم پاسیفیک ریم یا کرانه اقیانوس آرام با نام قیام که اشاره به بازگشت کایجو، هیولای اساطیری ژاپن داره. This is the way the world ends. در دومین فیلم از مجموعه کرانه اقیانوس آرام یا پاسیفیک ریم، کره زمین با قیام تازه کایجو، جانوران افسانه ای اسطوره ژاپنی روبرو می شود. شخصیت محوری داستان، جیک پنتاکوس با بازی جان بویگا، ابتدا اعتماد به نفس لازم را ندارد که در کابین فرماندهی یک جگر، ماشین عظیم جنگی، جای پدر را بگیرد. نقش پدر او را در فیلم قبلی ادریس البا بازی می کرد. فرش قرمز در لندن برای جان بویگا، ستاره آفریقایی تبار فیلم های جنگ ستارگان، به مناسبت آغاز اکران سراسری فیلم دوم مجموعه کرانه اقیانوس آرام پاسیفیک ریم تحت عنوان قیام که بویگا یکی از تهیه کنندگان آن است. اینجا در کنار کارگردان استیون دنایت و سکات ایستوود، پسر کلینت ایستوود، هم بازی او در این فیلم. بویگا درباره کار تهیه کنندگی میگوید تهیه کننده ها سر فیلم برداری فرشته نجات هستند و هر کدام مسئول یک جنبه از کار، و مسئولیت او جنبه های خلاقه بود، مثلا بازبینی جلوه های بصری قبل از اجرای نهایی، و خوشحال است که فیلمی که از مرحله فکر اولیه در آن حاضر بوده حالا بر پرده می رود. صحنه‌ای از فیلم پاسیفیک ریم آپرایزینگ، حمله کایجو در خیابان‌های شهر توکیو به ماشین‌های جنگی جیگر که به جیک قهرمان فیلم انگیزه می‌دهد رهبری خلبان‌های ماشین‌های عظیم جنگی را بر عهده بگیرد. در فیلم دوم از این مجموعه کایجو که در فیلم اول شکست خورده و پنهان شده، در اثر خیانت یکی از افسران به کره زمین بازگشته و آینده بشریت را تهدید می‌کند. کارگردان استیون دنایت می‌گوید حاصل کار از آنچه که او تصور میکرد بهتر شده. او میگوید باور نمیکرد جان بویگا کار در این پروژه را قبول کند. دنایت همچنین میگوید برای خود او دنبال کردن کاری که گیه مدل تورو شروع کرده چالش بزرگی بود. جاذبه این سری فیلم ها برای هوادارها تماشای کار خارق العاده طراحان نقاشی کامپیوتری و جلوه های بصری است که به نظر منتقدها در فیلم دوم هم همچنان گیرایی خود را حفظ کرده. با این حال بعضی میگویند کارگردان دنایت برخلاف گیر مدل تورو قادر نیست به مخلوقات عظیم و جسه فیلم شکوه و هیبت ببخشد. بهنام، این صحنه ها شبیه فیلم های ترانسفورمر نیست؟ خب تو فیلم های مجموعه ترانسفورمر هم درست میگی، هیوله های مصنوعی بودن که با مشت و لگد مبارزه میکردن، و به قول یکی از منتقدها عجیب است که حالا بعد از این همه پیشرفت تکنولوژی به خصوص از نوع خیالیش هیچ سلاحی نتونسته جای مشت و لگد رو بگیره. ولی باید گفت که فیلم پاسیفیک ریم اولی با همه ولخرجی که برای اون شده بود، با بودجه تولید 190 میلیون دلار در بازار آمریکا موفقیتی که انتظار میرفت نداشت، ولی حالا صاحب دنباله شده به خاطر اینکه فروش فیلم اول در بازار جهانی 3 برابر فروشش در آمریکا بود و در مجموع 411 میلیون دلار فروش کرد. 1/4 اون اصلا از چین. بیشتر بودجه اون فیلم رو گرافیک کامپیوتری بلعید، و مشکل فیلم برای تماشاگر آمریکایی هم این بود که چیز چندانی جز گرافیک کامپیوتری در اون نبود. این دنباله چند هفته بعد از مراسم اسکار اکرامیش اسکار سینمایی که طی اون گیرمو دل تورو خالق فیلم پاسیفیک ریم اول برای کار جدیدترش شکل آب جایزه های اصلی رو درو کرد، از جمله بهترین کارگردانی، بهترین فیلم، که کمک میکنه به فروش پاسیفیک ریم دومی، هرچند که گیرمو دل تورو در ساختن اون نقش مستقیمی نداره، ولی به تحرک رسانه‌های اجتماعی درباره فیلم پاسیفیک ریم کمک کرده. کشش اصلی که روی اون خیلی هم تبلیغ شده حضور جان بویگا هست که به خاطر دو فیلم از مجموعه استار وارز، یعنی فیلم جنگ ستارگان، شهرت پیدا کرده، فیلم نیرو بیدار میشود و آخرین جدای. و خب حالا کار سنگینی هم نمی کنه در این فیلم، چون توی اتاق واسطه مش به هوا میزنه در واقع.
کارشناسا میگن رسیدن فروش افتتاحیه فیلم تا 3 روز آینده به 37.5 میلیون دلار، یعنی معادل فروش فیلم اولی، امکان پذیر نخواهد بود. ولی پخش فیلم روی اکران آی ماکس و اکرانهای بزرگ دیگه که بلیت گرون دارن کمک میکنه به رسوندن فروش 3 روز اول در 3708 سینما به 21 میلیون دلار تا دیگه خیلی بالا بره 25 میلیون دلار. و این اولین فیلمی است که در 5 هفته گذشته فروشی بیشتر از پلنگ سیاه داره. در 3 روز اول میاد به مقام پلنگ سیاه رو میفرسته به مقام دوم. در مقام سوم هم یک فیلم جدید کارتونی داریم برای بچه‌ها و برای کل خانواده. It's not quite perfect, but it's ours. Think of all the adventures we're going to have. این سری فیلم کارتونی درباره ماجراهای شخصیت‌های آدمک‌های سفالی باغچه یا نوم‌ها بعد از موفقیت اولین آن، نومیو و جولیت، حالا با فیلم شرلاک نومز ادامه پیدا می‌کند. امیلی بلانت و جیمز مک‌آوی ایفاگران نقش‌های جولیت و نومیو در فیلم 6 سال پیش، این بار هم مجری صداها هستند در همان نقش‌ها در داستانی درباره مشکلات نومیو و جولیت بعد از ازدواج. Awesome. بازیگر امیلی بلانت از اینکه بعد از 6 سال بازیگر نقش جولیت شده خوشحال است. بلانت فیلم‌های کارتونی این مجموعه رو معصومانه و شوق‌انگیز می‌داند و می‌گوید خوشحال است که صحنه داستان حالا به همه شهر لندن گسترش پیدا کرده. در فیلم دوم این مجموعه، نومیو و عشقش جولیت بعد از ازدواج به خانه متروکی در حومه لندن نقل مکان کردند که میشنوند سارقان مرموزی آدمک‌های باغچه را غارت می‌کنند. وقتی آدمک‌های باغچه خود آنها ربوده می‌شود، شرلاک نومز و شریکش واتسون برای ردیابی سارقان وارد عمل می‌شوند. نقش شرلاک را جانی دپ و نقش واتسون را بازیگر آفریقایی تبار چیویتل اجیوفور بازی کردند. جیمز مک‌آوی میگوید از بازی در فیلم اول این مجموعه خیلی خوشش آمد. او میگوید این فیلم ها معصومیت زیبایی دارند و در ضمن شور و هیجان فیلم های حادثه ای هم در آنها هست، به علاوه اینکه داستان ها خیلی انسانی تر از فیلم های کارتونی دیگر هستند. او همچنین از همبازی شدن با چهره هایی مثل جانی دپ و چیویتل اجیوفور هم خوشحال است، هرچند برای صدا گذاری مستقیما با آنها همکار نبوده. فیلم اول این مجموعه نومیو و جولیت با فروش 194 میلیون دلار در گیشه آمریکا موفقیت غیرمنتظره ای داشت. این فیلم کارتونی در حال اکران می شود که 2 هفته است فیلم کارتونی تازه ای برای بچه ها و والدین آنها بر پرده نیامده. بهنام، مثل اینکه بهار امسال داره با دنباله ها شروع میشه. حالا ظاهرا پرفروش ترین فیلم های امروز همین دنباله ها هستن. درسته، این دنبال سازی برای فیلم های حادثه‌ای و تخیلی علمی کم کم یک رونقش از دست داده بود، چون فروش اونها با هر دنباله جدید میافتاد پایین تر. ولی در مورد این آدمک های باغچه و کلن فیلم های کودکان خب متفاوت هست. بچه هایی که این پایان هفته با پدر مادرها به دیدن فیلم شرلاک نومز میرن، 7 سال پیش وقتی فیلم اول این مجموعه یعنی نومیو و جولیت اکران شد، شیرخواره بودن یا هنوز اصلا به دنیا نیامده بودن. فیلم اولی تولید شرکت راکت پیکچرز رو واحد تاچستون از شرکت دیزنی پخش کرد، ولی فیلم جدید باز هم از راکت پیکچرز پخشش دست پارامونت هست و امید نیست که در 3 روز اول به اندازه اولی فروش کنه. هرچند که کارشناسا میگن معمولا فیلم های کارتونی بهتر از پیشبینی های اولیه در گیشه فروش میکنن. راکت پیکچرز شهرت دیزنی یا پیکسار رو به عنوان تولید کننده فیلم های کارتونی تراز اول نداره و از این نظر فروش این فیلم با فیلم های کارتونی انگلیسی باید مقایسه بشه، مثل پدینتون 2 یا فیلم های مبتنی بر شخصیت های کارتونی مثل سمرف ها. پیش بینی شده که در 3662 سینما حدود 15 میلیون دلار طی 3 روز اول فروش داشته باشه که میاد در مقام سوم جدول. جالب است در مورد این فیلم های کارتونی، به خصوص اینایی که بر اساس نوم ها یا این آدمک های باغچه درست شدن، سوژه خیلی عجیبی هست که این نمیدونم در ایران مرسوم نیست که مردم توی باغچه هاشون نوم بذارن. اینا یه آدمک های کوتوله هستن که یه کلاه مخروطی به سرشون هست و معمولا از سفال یا از پلاستیک ساخته میشن.
سال این فیلم بعد از اون اومد که سال گذشته میگم ببخشید اوائل قرن باید گفت سال 2000 یکی در سیاتل یکی دیده بود که یکی از این نوماش در باغچه سرقت شده بود و بعد حدود یک ماه بعد نومش رو باز دید در باغچه برگشته و یه پاکت هم پر عکس اونجا هست و یه معلوم شد که دو تا توریست بانمک این آدمک باغچه رو برداشته بودن دور اروپا و تمام جاها این رو گذاشته بودن توی باغچه های مختلف ازش عکس گرفته بودن و این نشوندنده علاقه مردم به نوم ها یا این آدمک های باغچه است که من فکر نمی کنم در فارسی معادلی داشته باشه. حالا فیلم گورزن یا توم ریدر که هفته گذشته اکرانش شروع شد با افت 50% نسبت به هفته قبل که حتی اون موقع هم نتونست از پلنگ سیاه جلو بیفته حالا میره به مقام چهارم جدول. ولی فیلم شگفت‌انگیز اکران سراسری هفته گذشته فیلم مذهبی تنها میتوانم تصور کنم یا I can only imagine بود از پخش کننده مستقل رودساید اترکشنز با همکاری لایونزگیت. این فیلم I can only imagine جاذبه خود رو به ترانه مشهور مرسی می مدیون هست که این ترانه است که الهام بخش و امید برانگیز که به شنونده ترانه قدرت شفا بخش عفو بخشش رو یادآوری میکنه. فیلم داستان ساخته شدن این ترانه است در مورد بخشش یک پدر که بعد از جدایی از همسرش پسر خردسالش رو طرد میکنه و آزار میده ولی بعدها به خودآگاهی میرسه و پسر او رو میبخشه. ترانه I can only imagine رو میگن یک برای شنوندگانش ترانه شفا بخش میدونن. به قول پیتر دبراج منتقد ورایتی این فیلم هم مثل ترانه از درد امروز انسان کم میکنه و انسان رو به آینده امیدوار میکنه. یکی از محسنات این فیلم هست برای تماشاگرها و یکی دیگر از فیلم های ژانر نسبتا تازه ایمان محور یا سینمای مذهبی است که استقبال تماشاگرها از نمونه های قبلی این ژانر همیشه کارشناسا رو غافلگیر کرده. فروش افتتاحیه فیلم I can only imagine هفته پیش 11 میلیون دلار پیش بینی شده بود ولی در 2252 سینما بیشتر از 17 میلیون دلار فروش کرد و رکورد فیلم های پخش کننده رودساید اترکشنز رو از نظر میانگین فروش روزانه تک سینما شکست. حالا کارشناسا برای آغاز هفته دوم اکران این فیلم 11 میلیون دلار پیش بینی کردن، یعنی معادل اونچه هفته پیش قرار بود بفروشه، یعنی حالا افت 40% خواهد داشت نسبت به سه روز اول اکرانش در هفته گذشته. میره در مقام پنجم جدول این هفته، چند پله بالاتر از یه فیلم ایمان محور دیگه، فیلم پال حواری مسیح. داستان دو انسان هست بر اساس روایت‌های تاریخی و مذهبی، داستان لوک یا لوقا یکی از حواریون مسیح و نویسنده یکی از چهار روایت انجیل، پزشک فداکاری که با تحمل سختی‌ها و علی‌رغم خطر بازداشت شدن و افتادن به زندان برای دیدن یار قدیمیش پولس مقدس یا همان پال خودش رو به روم میرسونه که به دست پال به دست نیرون فرمانروای خشن روم باستان به زندان افتاده بود. جاذبه این فیلم که بیشتر منتقدا البته اون رو کوبیدن تصویری است که از تضاد آرمان‌ها با واقعیت‌های روزمره به دست میده. فیلم سناریست و کارگردان اندرو هایات ساخته، شرکت افرم فیلمز اون رو پخش میکنه که کارش تولید و پخش فیلم‌های مذهبی است. فیلم پال حواری مسیح با 4.3 میلیون دلار فروش در 1473 سینما در مقام هشتم جدول این هفته افتتاح میشه. اما فیلم جدید دیگه این آخر هفته که بحث انگیز شده کار جدیدی است از کارگردان استیون سودربرگ که دو سال پیش اعلام کرد که خودش رو بازنشسته کرده ولی بعدا پشیمون شد. Your life slips away from you, you know? Changing your phone number and your email becomes normal. در فیلم کمخرج نامجنون از کارگردان تجربه‌گر و خستگی ناپذیر استیون سادربرگ، بازیگر کلر فوی که با بازی نقش الیزابت ملکه بریتانیا در سری کوین به شهرت رسیده نقش زن جوانی را بازی می‌کند که از دست یک مزاحم سمج از ماساچوست به پنسیلوانیا نقل مکان کرده. وقتی برای دیدن یک مشاور روانی به یک آسایشگاه سر می‌زند با واقعیت ناخوشایندتری روبرو می‌شود.
But I don't think Stephen doesn't sort of foster that sort of attitude on his set. You sort of come to work. بازیگر کلر فوی اینجا روی فرش قرمز ماه گذشته در جشنواره فیلم برلین میگوید تجربه کار با سادربرگ شوق‌انگیز بود. او میگوید هرچند سناریو رو خوانده بود اما هر روز که سر کار میآمد نمیدانست چه اتفاقی قرار است بیفتد و سادربرگ از او و دیگر بازیگرها چه انتظاری دارد و چقدر به آنها آزادی میدهد. او میگوید این سوالها هر روز او را شوق زده میکرد. در این صحنه پرستار به او میگوید که در برگه پرسشنامه ورودی به مسئولان آسایشگاه امضا داده که میتوانند در صورت لزوم او را برای 24 ساعت یا بیشتر در آنجا بستری کنند. فیلم نامجنون که حال و هوای یک فیلم ترسناک از نوع درجه دو یا بی مووی را دارد به خاطر استفاده سادربرگ از دوربین تلفن هوشمند آیفون فضای واقعی گرایانه پیدا کرده که برای فیلم‌های ترسناک روانی فضای غیرعادی است. Yes, hi. My name is Sawyer Valentini. I am at Highland Creek Behavioral Health Facility. I am being held here against my will. This was a creative choice. It wasn't like a budgetary choice. کارگردان سادربرگ میگوید استفاده از آیفون یک گزینه خلاقه بود نه به خاطر کمبود بودجه. او میگوید چند سالی بود که با این تکنولوژی بازی میکرد و حس کرد آماده است که از اون استفاده کند تا به مردم نشان دهد که این تکنولوژی در صنعت سینما میتواند ساختار شکن باشد. فیلمساز از تمهیدهای مختلف با محوریت تلفن هوشمند استفاده کرده که تماشاگر رو به سلامت روحی شخصیت اصلی فیلم مشکوک نگه دارد. آیا مزاحم سمجی که او خیال میکند در تعقیب او به پنسیلوانیا آمده واقعیت دارد یا خیالی است؟ آیا این زن جوان مجنون است یا وقتی تلفن هوشمند او را از او میگیرند توازن روحیش را از دست میدهد؟ منتقدها که فیلم نامجنون را به خوبی تحویل گرفتند بازگشت سادربرگ به فیلمسازی بعد از دوره کوتاه بازنشستگی را خوش آمد میگویند. جالبه بینم حالا غیر از تجربه شخصی چه دلیل دیگه ای داره برای ساختن فیلم سینمایی با آیفون؟ دورانی نچندان دور هر کی خودشو فیلمساز میدونست از گرانی و عدم دسترسی به وسایل کار شکایت میکرد. استیون سادربرگ الان نشون میده که حالا صدها میلیون نفر ابزار اصلی فیلمسازی رو هر روز تو جیبشون دارن. این یه انقلاب بزرگ در سینما هست اگه به ابعادش توجه بشه. دو سال پیش هم کارگردان شان بیکر اولین فیلم آیفونی رو ساخت، فیلم تنجرین یا نارنگی در مورد مشکلات فاحشگان آواره دو جنسیتی در خیابان‌های لس آنجلس. اون زمان او با آیفون 5 یعنی آیفون 5 کار کرد. سادربرگ با آیفون 7 پلاس کار کرده و طی 2 هفته کار مخفیانه در پیتسبورگ این فیلم رو ساخته. منتقدها در مورد تاثیر عدسی آیفون و عدسی‌های واید انگل که روش سوار شده بر تصاویر فیلم بحث کردن و البته هنر کلر فوی که بعد از نقش ملکه انگلیس حالا در نقش زن آمریکایی نقش کاملا متفاوتی به وجود آورده. برای فیلم نامجنون که آن را بلیکر استریت و فینگرپرینت ریلیسینگ شرکت خود سادربرگ در 2023 سینما اکران میکنند 3.5 میلیون دلار فروش 3 روز اول پیش بینی شده که میره در مقام 10 جدول این هفته. بسیار ممنونم از تو بهنام ناطقی که همچون هر هفته با بخش گیشه همراه بینندگان بودی. متشکرم.